قطعی قابل دسترس است. قیمتش برابر است با یک بطری آب معدنی. اما این کجا و آن کجا؟ همه افراد جامعه آن را غیر انسانی و غیر اخلاقی می دانند. کاری که تنها می تواند توسط یک فرد بیمار صورت گیرد. همزمان با بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی اسید پاشی ها شروع شد. اقدامی تروریستی از جنس اسید پاشی که عاملانش گمان می کنند هرگز به چنگ قانون نمی افتند و به راحتی می توانند امنیت کشور را خدشه‌دار کنند. جریانی هماهنگ شده که تنها نتیجه آن ناراحتی و نگرانی برای سلامت قربانیان شد و ترس و تشویش را در اذهان عمومی جامعه به وجود آورد. بعد از اینکه موضوع امر به معروف و نهی از منکر مطرح شد، دشمنان اومدن ببینن چیکار باید بکنن که در واقع این موضوع امر به معروف و نهی از منکر را زیر سوال ببرن. اومدن در واقع این موضوع اسید پاشی را انداختن و خدمت شما عرض شد که افکار عمومی رو متشنج کردن نسبت به اینکه بخوام بگن که کسانی این کار رو میکنن که مثلا فرض بفرمایید خدای نکرده کار خود نظام است. این در صورتی که این گونه نیست. پدر سهیلا جرکش 26 ساله تنها دختر خانواده از قربانیان اسید پاشی در اصفهان که از روند درمان سلامت دخترش توسط وزیر بهداشت رضایت دارد برای دستگیری عاملین این جنایت لحظه شماری می کند. آب که گلالود باشد سودجویان هم از راه می رسند. تقریبا تمام رسانه های خارجی سعی داشتند این اقدام را به گروه های متعصب مذهبی در اصفهان ربط دهند. اسید پاشی به زنان و دختران جوان اصفهانی با واکنش های مختلفی در داخل ایران روبرو شده است. اسید پاشی های اخیر در اصفهان همزمان با انتقاد گسترده امامان جمعه از رواج بدحجابی در جامعه، طرح قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس و فعال شدن گروه های مانند انصار حزب الله به منظور مقابله با زنانی که به گفته آنها بدحجابند صورت گرفته است. با پاشیدن اسید بر روی زیباترین و لطیفترین گلبرگان و صورت چهرگان دخترهای اصفهانی به عنوان بی‌حجابی صورت آنها را در به داغون کردند. برخی رسانه های داخلی هم سنگ تمام گذاشتند و به جای پیگیری علت این وقایع با انتشار اخبار کذب به این جریان دامن زدند. از دیدگاه روانشناسان هرچه دروغی که به جامعه گفته میشه با جزئیات بیشتری همراه باشه باورپذیری اون برای افراد جامعه بیشتره، تا جایی که اسید پاشی ها را به مشهد و تهران هم کشاندن. انتشار اخبار کذب از طریق شبکه های اجتماعی با ذکر مکان و ساعت دقیق که البته مراجعه خبرنگار ثابت کرد که هیچ اتفاقی در آنجا رخ نداده و تنها یک خبر کذب است. مطابق ماده 286 و 290 قانون مجازات اسلامی چون اسید پاشی اقدامی عمدی است و موجب جنایت می شود، فرد جانی به قصاص نفس محکوم